بریروزن، روزن گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران کارزار اعتصاب غذا برای آزادی گروگانها در ایران را کارزاری موفق خواند و گفت پیام او به تمامی طرفهای مذاکره کننده با ایران منتقل شده است او از تمامی گروگانهایی که در حال حاضر اعتصاب غذا کرده اند دعوت کرد برای حفظ سلامتی خود به اعتصاب غذا پایان دهند وی همچنین در وین یک جایزه حقوق بشری از انجمن پزشکان ایرانی اتریشی دریافت کرد Well, it was a it was a surprise to me. Uh, it's a physicians' organization for human rights. غیر منتظره بود جایزه از سوی انجمن پزشکان ایرانی اتریشی اعطا شد من به همراه آنها به استودیوی هنرمندی به نام بهروز حکمت رفتم که هنرمند بسیار فریخته است من را در خانه پذیرفت و خوش آمد گفت خیلی از ایرانی اتریشی ها که بیشترشون پزشک بودند اونجا آمدند و در حالی که انتظارش رو نداشتم این مجسمه رو به من دادند که نشانه یک زندان است و این پرنده ها که از آن بیرون میآیند گروگان ها هستند که روزی آزاد خواهند شد برای من این نماد بسیار مهم است آن را در خانه نگه داشته و همیشه به آن نگاه خواهم کرد و به یاد تمامی گروگانهایی خواهم بود که گرفته شدند به یاد محبتی که از توی تمامی جامعه ایرانی نثار من شد وقتی این جایزه را به من دادند من را باسکرویل اصر نوین خواندند برای شما و خیلی از بینندگان باید بگم آقای باسکرویل 35 ساله بود و در سال 1909 در جنگ به همراه انقلابی های تبریز جنگید تا ایران را از سلطنت قاجار آزاد کرده و حاکمیتی مبنی بر قانون اساسی در ایران حاکم شود که تمامیت خواهی را محدود کند. حتی مقایسه من با باسکرویل باور است چون من مانند او نیستم ولی برایم بسیار محترم است.